ژیلا مستجر عضو سازمان حقوق بشری هنگا از اربیل همراه ما هستن. خانم مستجر، تصاویری دیدیم از دیشب در آبدانان، مردم به خیابان اومدن. بیشتر به ما از دلایل حضور خیابانی مردم در این منطقه بگید. سلام و درود، وقتتون بخیر. بله، دقیقاً دیشب 12 بهمن ماه شهروندان در آبدانان به خیابون‌ها اومدن. این شهروندان مجسمه یکی از بسیجی‌های شهر آبدانان رو که در میدان اصلی شهر قرار داشت آتش کشیدن و پایین آوردن، انزجار خودشون رو از نیروهای حکومتی نشون دادن و همچنین شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور رو سر دادن. به ویژه شهروندان آبدانان طی حدود 5 ماه اخیر بارها در اعتراضات شرکت فعالانه داشتند، در اعتصابات شرکت فعالانه داشتند. دیشب هم در ادامه روند شرکت در این انقلاب و اعتراضات بار دیگه به خیابون‌ها ریختن و انزجار خودشون رو از سرکوبی که جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان در سراسر ایران و در کردستان انجام میده نشون دادن و اعتراض کردن، همون جوری که در ویدیوها مشخصه، با روشن کردن آتش و سر دادن شعارهای ضد حکومتی. اما نکته اصلی اعتراض دیشب شهروندان در آبدانان حمایت همه جانبه از افرادی هستش که در طی چند ماه اخیر از سوی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی مورد ربایش قرار گرفتن. بارها شهروندان در آبدانان برای حمایت از این افراد به خیابونها ریختن و اعلام کردن به جمهوری اسلامی که باید در اسرع وقت این افراد بدون قید و شرط حتما آزاد بشن و الا این افراد، شهروندان در آبدانان، اقدامات دیگری برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی انجام خواهند داد. دیشب به طور مشخص اسم آقای سجاد مرادیوندان توسط معترضین سر داده میشد. ایشون در همونطور که در گزارش خودتون هم اومده بود در مسجد سلیمان در یک خانه باغ بازداشت شده. چند ماه پیش این نیروهای سرکوبگر برای بازداشت ایشون به منزلشون مراجعه میکنن که در منزل نیستن و برادر ایشون رو در واقع برای تحت گروگان قرار میدن و تا الان آزاد نشدن. در حال حاضر 2 برادر مرادیوندان در تحت بازداشت هستن. از سوی دیگه دیشب این اعتراضات به خشونت کشیده شده توسط نیروهای سرکوبگر. این نیروهای امنیتی به خانه، به منزل خانوادگی آقای پژار ملکی هجوم بردن، با پرتاب گاز اشکاور خانواده را دچار مسمومیت شدید کردن، به منزل اونها به ویژه به سوی برادرشون شلیک کردن با گلوله های ساچمه‌ای و تحت درمان هستند که آقای پژار ملکی در حالیه که خودشون با وجود اینکه اهل آبدانان هستند اما تحت تهدید نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفتن و در حال حاضر خارج از مرزهای ایران زندگی میکنن، اما بارها مورد تهدید قرار گرفتن که مبنی بر این که لیدری اعتراضات در ایلام به ویژه در آبدانان با بر عهده ایشونه و تحت تهدید جانی شدن از سوی نیروهای جمهوری اسلامی متاسفانه. همزمان با این حضور خیابانی در آبدانان می‌بینیم که شعارهای شبانه و ضد حکومتی هم در سطح کشور ادامه داره، از جمله دیشب در سنندج. درباره ابعاد اعتراض در کردستان و شرایط امنیتی در غرب کشور اگر میشه کوتاه برای ما بفرمایید. می‌دونید در شهرهای کردستان با وجود بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی که در از همون ابتدای انقلاب ژینا شروع شده بود، شهروندان تحت ربایش قرار می‌گرفتند، تا الان هم ادامه داره. حتی طی 1 ماه گذشته 182 شهروند احراز هویت شده مورد ربایش قرار گرفتن، با وجود اینکه ایست و بازرسی‌هایی که تفتیش هنوز ادامه داره، حکومت نظامی هنوز ادامه داره و زندگی عادی به شهرهای کردستان هنوز باز نگشته و سرکوب شدیدی در اونها در جریان هست. اما به انواع مختلف با حضور در خیابون، با روشن کردن آتش، با انزجار، اعلام انزجار از انقلاب اسلامی ایران و نافرمانی های مدنی، با روش های مختلف سعی دارن که شعله این انقلاب هنوز روشن باشه و میتونیم تصمیم بگیریم، نتیجه بگیریم که هنوز شهروندان در پی مطالبات خودشون هستن و جمهوری اسلامی رو نمیخوان. متشکرم از توضیحاتتون. ژیلا مستجر، عضو سازمان حقوق بشری هنگا از اربیل همراهمون بودید.